مقام های آمریکایی میگویند اولین حمله هوایی جنگنده های روسیه به محلی نزدیک شهر هومس در غرب سوریه انجام شد و روزنامه نیویورک تایمز نیز در شماره روز چهارشنبه از این حمله به عنوان تصاعد یا افزایش ناگهانی تحرکات نظامی کرملین در سوریه نام برده است. سفیر سابق آمریکا در ناتو نیز میگوید دلایل زیادی برای این کار وجود دارد که یکی از آنها خواست روسیه برای کاهش تحریم های غرب به خاطر تجاوز نظامی روسیه به اوکراین است اما خود این تحرک نظامی ضرورتا بد نیست آقای پوتین مایل است از فشار تحریم های شده به دلیل اوکراین رهایی یابد از او افزایش حضور نظامی در سوریه یکی از بهترین راه انجام این کار است به ویژه آنکه قرب و قدرت های منطقه توان پایان دادن به جنگ داخلی سوریه یا مبارزی مؤثر با داعش را نداشتند این هزینه است که آمریکا باید بپردازد به عبارت دیگر با وجودی که واشنگتن طبعا با افزایش نیروی هوایی روسیه در سوریه مخالف است اما اگر نتیجه بخش باشد شخصا معتقدم به نفع همه تمام خواهد شد اما محرک دیگری که توجه کافی به آن نشده اسلامگرایان تروریست مانند چچنی ها در خود روسیه که موزل بزرگی برای کرملین هستند. روسیه از چندی پیش تقریبا سی جنگنده بمبافکن روسی را در فرودگاه باسلاسات در استان لازقیه در غرب سوریه مستقر کرده و اکس های نشان می دهد که باند آن فرودگاه نیز برای نشست و برخواست هواپیماهای پهن پیکر طولانی تر شده است. به گفته کرملین واقعیت صحنه نبرد نشان میدهد که ارتش سوریه مهمترین نیروی در حال مبارزه با تروریست های حکومت اسلامی است یکی از کارشناسان مسائل سوریه و ابدا کننده و سردبیر بلاگ معروفی به نام یادداشت سوریه نیز میگوید سقوط بشار اسد و وابستگانش به هرج و مرج منجر می شود و تنها به نفع تروریست هاست اسد به عنوان رئیس جمهوری سوریه موضع بسیار مستحکمی دارد و اگر او و هوادارانش را از بین ببرید حکومت سقوط می کند. متاسفانه این موضوع را در مورد عراق، لیبی و یمن دیده ای. بنابراین فروپاشی دولت خطر بزرگی است. آقای لاندی سمنن بر این باور است که هوشمندی و کیاست دلیل اصلی توفیق سیاست مسکو در قبال سوریه نیست. دلیل اصلی هم این است که راهبرد آمریکا دائر بر وجود مخالفان سوریه میانه رو جز توهم چیز دیگری نبوده است. همکنون در سوریه چند مرد قدرتمند وجود دارد. اول ابو بکر البغدادی، رهبر حکومت اسلامی که بخش بزرگی از شرق سوریه را تصرف کرده که البته جمعیتی چندانی ندارد. دوم ابو محمد الجولانی، رهبر القاعده و سایر گروه های سلفی مانند جیش الفت است که بخش بزرگی از شمال غربی سوریه را کنترل می کند و بالاخره بشار اسد که قدرتش به یک چهارم خاک سوریه محدود شده. که تقریبا 65 درصد از سوری در آن زندگی می کند. اما اینکه چه کسی برنده جنگ داخلی است، طبعا به توافق روسیه، آمریکا، ترکیه، عربستان سعودی و ایران بستگی دارد. سهشنبه روزنامه بریتانیایی گاردین در مقاله مفصلی به دلایل ضرورت تبعیت غرب از سیاست کرملین در سوریه اشاره کرد اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود در مورد سوریه مطمئنا گزینهها از وضعیت فعلی بدتر است ولی این به خودی خود نمیتواند دلیل کافی برای حمایت از یک دیکتاتور باشد نورا شاهزبن صدای آمریکا We do so with a determination to ensure that